سلام دوستان عزیز، در این قسمت یک سری جدید از اصطلاحات و کلمات خیلی پرکاربرد در تفسیر گراف ها و در واقع همون نمودار ها رو در آزمون آیلتس میخوام خدمت شما عزیزان بیان کنم. خب یکی از فعل هایی که خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه و خیلی پرکاربرد هست در کلا تفسیر گراف ها دوستان، فعل نشان دادن هست. دوستان نشان دادن کلمات مختلفی در انگلیسی وجود داره به معنی نشان دادن که تعدادی از در واقع کلمات مهم رو در اینجا میتونید مشاهده بفرمایید. کلمه اول indicate هست. indicate، manifest، manifest، show، show، exhibit، exhibit همون نمایش دادن یا نشان دادن، و illustrate، illustrate که همون مفهوم به تصویر کشیدن در واقع داره. خب اما دوستان یه نکته، اگر یک رویه ای، حالا جمعیتی باشه یا هر چیزی رو به افزایش باشه، اوکی، اینو ما میگیم upward trend. یعنی trend دوستان یعنی رویه، روند، و upward هم که رو به بالا، upward trend یعنی همون روند رو به بالا، رویه رو به بالا. اما اگر روندش کاهشی باشه میگیم downward trend، downward رو به پایین، downward trend یعنی ترند یا همون رویه رو به پایین. خب ببینید دوستان، ما انواع تغییرات رو گفتیم، افزایش، کاهش، ثبات و نوسان. اما شدت اینها چطوره؟ ببینید دوستان، مثلا ما گفتیم که جمعیت افزایش یافت، حالا میخوام بگیم مثلا جمعیت چطور افزایش یافت؟ به طور چشمگیری افزایش یافت، یا جمعیت یک افزایش چشمگیر را نشان داد. خب ببینید، پس دوستان ما به دو حالت میتونیم بگیم. یه حالت اینه که من بیام بگم جمعیت نشان داد. چی رو نشان داد؟ یک افزایش چی؟ چشمگیر، یک افزایش قابل توجه، یعنی صفت استفاده کنم. اوکی؟ یعنی بگم The population showed a considerable increase. Considerable increase یعنی افزایش چشمگیر. یه موقع هست میتونم اینجوری بگم، بگم که جمعیت افزایش یافت به طور چشمگیر. وقتی میگیم به طور چشمگیر یعنی قید دیگه دوستان. پس یه موقع اصلا میتونم فعل رو استفاده کنم، یعنی جمعیت افزایش یافت. اوکی، the population increased، increase اینجا فعل هست دیگه، the population increased، جمعیت افزایش یافت. چطور؟ به طور چشمگیر، یعنی به صورت قید. پس من شدت رو میتونم به صورت صفت استفاده کنم، به صورت قید هم استفاده کنم که میشه The population increased significantly، یا هر دوم از اینها دوستان. خب چون میدونید از همه شما دوستای گلم دعوت میکنم که به کانال تلگرام من وارد بشید،